درود، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. قراره امروز با هم دو تا چهار تا دیداره رومن کی کجا و توسط چه کسی شکست بخوره و این دو تا کنروند لامصب رو میده بره. چطورین؟ هرچی هستم و این کانال رپ تو رستینگ، کانالی ولی علاقه مندم به دنیای کشیکش. خیلی سریع میخوام امروز یک نگاهی بندازیم ببینیم که خب الان چه حریفایی برای رومن رینز وجود دارن، قراره چه اتفاقی بیفته، یه پیشبینی بکنیم. حالا تو بررسی کلش اد کسل من خیلی کوتاه پرداختم بهش، الان میخوام یکم بازش کنیم. همه حریف هایی که میتونستن رومن رو شکست بدن، در واقع تمام گزینه ها الان کنار رفتن و فقط چند گزینه مونده، کمتر از انگشتان دست. یعنی ما درو مکینتایر رفت، جان سینا رفت، ادوجی رفت، همه اینایی که ما حس میکردیم که شاید پایان دهنده یه تایتل رین رومن رینز باشه، ولی همشون رو شکست داد و تنها سه نفر موندن که امید داریم که شکستشون بدن. واقعا کسی نیست الان دارم فکر میکنم، واقعا کسی نیست. کودی رودز، دفیند و دراکش. دراکش که الان سه سال قرار مقابل رومن رینز قرار بگیره و بهتون بگم اگر راکش بود شاید انقدر تایتل رین رومن طولانی نمیشد. اگر راکش هم اول میومد انقدر تایتل رین طولانی نمیشد. امیدوارم که هنوز روی راکش حساب باز نکرده باشم. ببینید راک کارش معلوم نیست، توی هالیوود سر شلوغه. امیدوارم تریپل اچ، حالا سیاست قبلیشون که وینس بود من کاری ندارم، الان تریپل اچ امیدوارم روی راکش حساب باز نکنه، چون اگر راکش هم بیاد نمیتونه کمربند رو بگیره و یه جوریش کنن، یا اینکه قبل از رسولمنیا باید ببازه کمربند رو به یکی، یا اینکه مایند بنک بیاد و کش کنه که اصلا دوست ندارم قهرمانی آستین تیوری ببینم به شخصه. نفر بعدی چه کسیست؟ دفیند. بالای یک ساله که ما دیگه فیند رو نمیبینیم در WWE. حالا با مدیریت تریپل اچ و قبل حتی مدیریت تریپل اچ زمزمه هایی بود از بازگشت دفیند. هر پیپرویو خبرها شایعاتش هستش. اگر دفیندی باشه حریف بسیار خوبیه برای رومن رینز، ولی یه دریم مچه واقعا دفیند به قول رومن رینز. ولی مشکلی که هست بعد از رومن رینز قهرمانی فیند یه تایتل رین رومن رینز تورانه ای داره که اینم به نظر من جالب نیست. فیند رینگ سکیلزش، نه خود روایت، فیند به خاطر کاراکتری که داره خیلی نمیتونن اونو مسابقات جذابی باش رقم بزنن، به خاطر اینکه خب شخصیت قویه، شخصیت ترسیه و بیشتر رو کاراکترش کار میشه. اگر فیند هم برنده بشه چه کسی میخواد فیند رو شکست بده؟ این خیلی مهمه. خب گولبرگ ما داشتیم که خیلی مزخرف اونو برد، حالا کار نرم، و رومن رینز 20-20 تونست فیند و استرومن رو شکست بده. ولی اگه فیند ببره چه کسی قهرمان میشه؟ پس به نظر من هم گزینه فیند گزینه خوبی نیست و تنها یک گزینه، یعنی کودی رودز. هیچ گزینه دیگه نمونده، فقط همین که به نظر من بهترین گزینه همین کودی رودزه. کودی رودزی که مصدوم شد، یعنی اینا پلنشون این بود که کودی رودز رو مسابقات خفن براش بذارن، اینو بولدش کنن، ببرنش تو اوش که در نهایت به سلمنیا ببره. مثلا بهتون میگم احتمالا روی رامبل میاد برنده میشه و میره سراغ رومن رینز. ببینید اینکه یه دفعه قراره بولد بشه و اینا رو من کاری ندارم، بیایم اینو به این نگاه کنیم که اون کسی که قهرمان میشه آیا میتونه یه تایتل رین خفن رو استارت بزنه، میتونه هیجان رو برگردونه، میتونه ادامه بده. این خیلی مهمه. فیند این داستان رو نداره. فیند یه کاراکتر ترسناک که غیبی، حالا حتی از آندرتیکر یکم کاراکترش چجوری بهتون بگم، هیچ وقت فیند نمیاد حرف بزنه، پرومو اجرا کنه. اون یه خود روایت که اون شخصیت بعد بره توی اون خونه کودکانه تورستشی بود، اون خونه هم اسمش یادم رفت، خونه که همیشه پروموش پخش میشه، تو اون حالته که زیاد مثلا من جالب نیست. ولی فکر کنین اگر کودی رودز بیاد، کودی رودزی که رینگ اسکیزش خیلی خفنه، ما طبیعتا قهرمان باشه مسابقات خیلی خفنی از کودی رودز میبینیم، فعالتره تو تمام شو هستش، ما تو تمام شو کمربنده رو میبینیم، توی رینگ میبینیمش، و به نظر من واقعا بهترین گزینه بین این سه نفر کودی رودزه، چون هیچ کس دیگه ای نیست، هیچ گزینه دیگه ای وجود نداره، چون متاسفانه گزینه ای هم دیگه نمونده. اگر هم گزینه ای بود به لطف سیاست های قبلی دودوبی
یا اخراج شدن. دیدین دیگه چه کسایی رو اخراج کردن، خب الان دارن توی AEW فعالیت میکنن. کسایی هم که واقعا میتونستن که خب شکست خوردن و هیچ کسی در مین راستر نیست که رومن رو اینزو نگه داره. چرا؟ چون رومن رو خیلی بولد کردن. یه سری کشیگیرا هنوز کشیگیرا که تازه وارد شدن، یه کشیگیرا هستن که خیلی حالت جابرتورانه ای دارن، ضعیفن، کی بیاد اینو شکست بده؟ خب و این تایتل رین هم تایتل رین نیست که بگیم اوکی مثلا یکی خیلی کشکی بیاد اینو ببره، مثلا آستین توری بیاد بگیم کش کنه برنده بشه. واقعا باید یه شخصی برنده بشه که بتونه ادامه بده یه تایتل رین خفن. و تنها گزینه کودی رودز. میدونم اینم در واقع عجیبه، طرف نیومده کمربند رو ببره، یه دفعه ای سه تا مسابقه که فقط با ست داشت یه دفعه بره مثلا کمربند رو ببره. ولی تنها گزینه همینه، نه راک گزینه خوبیه نه دفیند. حالا من کار نرم رومن فیودش با راک چجوری و چه شکلیه، حالا هر من کار نرم، کمربند رو باید بیفته دست کودی و کودی دیگه، کودی و کسی دیگه ای نیست. و این شکستم احتمال بسیار زیاد تو رسولمنیا دیگه، چون من فکر نمی‌کنم چه می‌دونم رومن تو کدوم پروپاگیو می‌خواد ببازه، مگر اینکه تو مثلا روی رامبل ببازه که بره تو رسولمنیا مقابل راک مچ بده. هیچی معلوم نیست، نمی‌دونم این جریان راک هنوز ادامه داره یا نه، ولی اگه راکی وجود نداشته باشه کدی میاد روی رامبل می‌بره مقابل رومن مچ میده و تموم میکنه این تایتل رینو. این دیگه منطقی ترین حالت. حالا چه برنامه‌ای دارن نمیدونم، شاید یه اتفاق خیلی غیر منتظره‌ای بیفته، ولی طبق چیزایی که ما میدونیم، طبق پلن‌هایی که وجود داره، این مسابقه فکر کنم منطقی ترین مسابقه هستش که کودی برنده بشه و میدونم تایتل رین خفنی شروع خواهد کرد. مسابقاتی که داره دیگه هر هفته توی شو هست، هر پروپرلیو مچ میده و چه مچ هایی ما میتونیم ببینیم. AJ Styles کودی رود، خیلی مچ های خفنی میتونیم ببینیم. اینم از یک توضیح خیلی خلاصه که چه کسایی میتونن حریف رومن رینز باشن و امیدوارم که خوب تموم بشه، یه تایتل رین خیلی خفن‌تر شروع کنم. مرسی، اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، حتما نظر تو برای من بنویس و بگو که به نظر تو رومن رینز تو چه پرپرویو شکست میخوره، توسط چه کسی خیلی مهمه. سابسکرایب هم بکن اگه سابسکرایب نکردی. کسایی که کانال بنده رو سابسکرایب کنن خیلی بچه‌های خوبی ان و نمیدونم. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو. تا ویدیو بعدی، به درود دوستان عزیز و محترم. بله.